به نام خدا، دکتر بهروزی هستم، متخصص آنستزیولوژی و بیهوشی. امروز میخواستم راجع به آقای دکتر محمد تمدن رستگار، همکار و استاد عزیز بنده، و اتفاقاتی که در واقع براشون افتاده و تو این برنامه قرار هست راجع بهش صحبت بشه، شما رو آگاه بکنم. شاید بنده تنها فردی باشم که مدت زیادی از آشنایی و همکاری با آقای دکتر در واقع گذشته، به طوری که شاید بشه در سه مقطع: دوران دبیرستان در حدود سالهای 1360، بنده در دبیرستان شهید دکتر بهشتی یا سپاس سابق مشغول در واقع تحصیل بودم، ایشون به عنوان معلم درس فرهنگ و بینش اسلامی در واقع برای ما تدریس میکردن، بسیار انسان شایسته در واقع و فهیمی بودن. بعد از اون در واقع در سالهای هولوش 70 فکر میکنم بنده وقتی که دوره تخصصی بیهوشی آغاز کردم، البته در اواخر دوره رزیدنتی، ایشون به عنوان استاد بنده در همون رشته بیهوشی در واقع وارد دانشگاه علوم پزشکی شدن. در اون مقطع هم با ایشون همکاری کردم تا اینکه به طرح رفتم و بعد از اینکه برگشتم در مرکز درمانی مشغول فعالیت شدم. در اونجا دیگه اونجا به عنوان همکار با ایشون در واقع قسمت بود که افتخار همکاری داشته باشم. میاد در حدوش سال 90-91 اتفاق برایشون میفته، در جریان قرار گرفتم که ایشون دچار سرطان خون شدن، تحت درمان قرار گرفتن، درمان دارویی، و طبیعی که یه مقدار روحیه‌شون رو امیدشون از دست داده بودن. تا اینکه حادثه رو ذکر میکردن برای ما در همون سالها که به روند بیماریشون کمک کرد و ایشون تحت درمان قرار گرفتن، و اون بود مسئله بود که در شبقت در واقع برایشون اتفاق افتاده بود. ظاهرا همسرشون مشغول راز و نیاز بودن و ایشون هم در واقع خیلی حالا توجه به این مسائل نمی کردن. تا اینکه خودشون تعریف میکنن موقعی که احساس میکنن حالشون بده، همسرشون هدایت میکنن رو تخت خواب میخوابن و بعد چند ثانیه بعد احساس میکنن از هوش رفتن و انگار از بالا دارن به کالبدشون نگاه میکنن. به نظر میسه حالت این بود که روح از جسمشون خارج شده و از بالا در واقع به جسم خودشون دارن خیره میشن، که البته خب حالا با اعتقاداتی که داشتن خوشبختانه زمانش نبود برای رفتن، و خدا لطفی میکنه برای در واقع ادامه خدمت به بشریت، چون ایشون پزشک حاضری هستن و بسیار هم در واقع مسائل دینی رعایت میکنن، دوباره در واقع احیا میشن، به زندگی بر میگردن و بعد از اون در واقع اخلاقیات رو خیلی دنبال میکنن، جنبه‌هایی که در واقع عاجز و آموزه‌هاشون بوده. میدونم که به امام حسین و حضرت ابوالفضل خیلی در واقع تکیه میکنن، میدونم که در جریان هستم سفرهایی میرن به سمت کربلا، اونجا راز و نیاز میکنن. بعد از مدتی من متوجه شدم که ایشون خوشبختانه کاملا سلامتیشون خوشبختانه به دست آوردن و بیماری تحت کنترل قرار گرفته. لازم بود برای در واقع دوستان و علاقمندانی که این مسائل پیگیری میکنن، خودم به عنوان یک شاهد مطلع در واقع این دوستانم در جریان قرار بدم. خیلی متشکرم، ممنون.